با آمدن فصل بهار، نگرانی ها از گسترش دامنه فعالیت گروه های توریستی به ویژه گروه توریستی داعش در مناطق شرقی بالا گرفته است. باشندگان مناطق شرقی از افزایش فعالیت این گروه در بخشای از ولایت های ننگرهار و کنر شکایت دارند. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید مرکز سوق و اداره این گروه در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از سوی نظامیان کشور نابود شده است. برای داعش در ولایت ننگرهار ضربات سنگینی وارد شده و فعلا در اکثر نقاط افغانستان، جاهایی که به دست دولت بوده ما اوها را محافظه کردیم، هیچ جای به دست دشمن نیفتیده. اما گزارش ها می رساند که گروه تروریستی داعش در تلاش ایجاد پایگاه در شمال کشور است. نمایندگان شورای ولایتی ولایت پروان می گویند که همکنون افراد وابسته به این گروه در ولسوالی های غربند و کوی صافی این ولایت فعالیت دارند. به هر جایی که داعش، اگر در پروان است، اگر در کوی صافی است، اگر در هرات است، اگر در ننگرهار و بدخشان و هر جایی که هست، ما بر علیه همه دهشت افغانان عملیات های را سازماندهی کردیم و در اپراسیون های مختلفه در مقابل با همه گونه و همه قماش هایی که به نام دشمن است فعالیت های ما موفقانه ادامه دارد. از سوی هم معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی با موفق خواندن عملیات تصفیه نظامیان در مناطق مختلف کشور میگوید که همکنون 18 عملیات بر ضد گروه های عراس افغان در سراسر کشور جریان دارد. عملیات های تهاجمی ما توانسته که پیکر دشمن را به شکل بسیار سنگینش مواجه به شکست بسازه. این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت دفاع ملی، عملات تهاجمی گروه طالبان و بخش های از کشور در نتیجه مقاومت سخت نظامیان کاهش یافته و پس از این افراد وابسته به گروه طالبان توانایی انجام عملات تهاجمی و بخش های از کشور را ندارند.